به هاشی نیوز خوش اومدید. لطفاً با لایک و سابسکرایب ما رو حمایت کنید. و اما ببینید رونمایی از 5 دستاورد مهم ارتش ایران: خودروی روینتن و پهباد و سامانه اخلالگر گنبدی. خودروی سبک تاکتیکی ضد گلوله روینتن و ربات هوشمند شبکه محور حیدر 1 با حضور جانشین فرمانده کل ارتش و فرمانده نیروی زمینی ارتش در سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش رونمایی شد. به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، 5 دستاورد جدید سامانه تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش صبح پنجشنبه با حضور سرتیپ محمد حسین دادرس، جانشین و فرمانده کل ارتش، و سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش رونمایی و به دستگاه‌های مربوطه نظامی تحویل داده شد. روینتن نیروی زمینی ارتش خودروی سبک تاکتیکی جدید ضد گلوله مقاوم برابر گلوله‌های هسته‌ای فولادی است که در آن فناوری‌های نوظهور و بدیع به کار گرفته شده است. رعایت الزامات الگوی ستاد کل نیروهای مسلح و استانداردهای دفاعی ایران، قدرت و تحرک بالا و توان به وزن عالی و قابلیت حفظ جان خدمه و نفرات سرنشین در مقابله با تهدیدات میدان نبرد و عملیات تروریستی از جمله مشکلات این خودروی جدید نزاجا است. ربات هوشمند شبکه محور حیدر 1 از دیگر دستاوردهای جدید سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش است که دارای 6 چرخ فعال 6x6 است. قابلیت‌های حمله بار، چرخش 360 درجه و قابلیت و تشخیص موانع عبوری را دارد. پهپاد دست پرتاب فرپاد یکی دیگر از دستاوردهای سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش است که مأموریت آن شناسایی و مراقبت به منظور تجهیز گروهان‌های اطلاعات زمینی تیپ‌های متحرک هجومی و واکنش سریع است. پهپاد فرپاد مجهز به سامانه خلبان خودکار، ایستگاه زمینی، قابل حمل و تصویربرداری به صورت شبانه روزی است. سامانه اخلالگرهای گنبدی و جهتی، انواع مولتی روتورهای جاسوسی و مهاجم یکی دیگر از دستاوردهای نیروی زمینی ارتش است که این سامانه قابلیت نصب روی خودرو و استقرار ثابت و همچنین کشف اهداف به صورت تصویری را دارد. یکی دیگر از دستاوردهای مهم سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش، طراحی و ساخت سامانه هدایت و کنترل موشک نقطه زن لبیک 1 است که انجام تست‌های آزمایشگاهی، مونتاژ نهایی سیستم تست میدانی و همچنین انجام تست‌های میدانی و عملیاتی از جمله اقدامات انجام شده بر روی این سامانه است. خودروی نظامی طوفان و رقبا. روابط عمومی وزارت دفاع اعلام کرده است خودروی زرهی ضد مین و ضد کمین طوفان ساخته سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای انجام مأموریت‌های پشتیبانی رزمی و تردد در مناطق جنگی و عملیاتی طراحی شده است. امیر سرتیپ حاتمی، وزیر دفاع، درباره خودروی زرهی طوفان در تشریح ویژگی‌های این نفربر تاکتیکی گفت: طراحی و ساخت خودروی طوفان بر اساس نیازمندی نیروهای مسلح برای دستیابی به محصولی با قابلیت سرعت بالاتر، حرکت در شیب‌های طولی و عرضی تند و عبور از موانع انجام شده است. امیر سرتیپ حاتمی ادامه داد: خودروی طوفان یک خودروی 4x4 با قابلیت مقاومت در برابر انفجار مین و تله‌های انفجاری با قدرت چندین کیلوگرم TNT و سطح حفاظت در برابر گلوله‌های مختلف هسته فولادی است. امیر حاتمی با اشاره به قیمت تولید نفربر طوفان نسبت به نمونه‌های خارجی گفت: قیمت این کلاس خودرو در سطح بازارهای جهانی تا $500,000 بوده که با تلاش متخصصان صنایع زرهی سازمان صنایع دفاع، بهای تمام شده این خودروی بومی با قیمتی به مراتب کمتر تحویل نیروی زمینی سپاه می‌شود. بر اساس اعلام وزارت دفاع، طوفان به گونه‌ای طراحی شده است که علاوه بر تحرک بالا و توانمندی عبور از موانع زوآرزه، قابلیت عبور از کانال آب با عمق 1.5 و عبور از موانع عمودی 50 سانتیمتری را دارد. ویژگی های طوفان: این خودرو با تجهیز به چرخهای پنچررو قادر است عملیات را ادامه دهد و نیز می تواند برای ترک محل درگیری در حالت پنچری چرخها تا شعاع 50 کیلومتری حرکت کند. قابلیت نصب سلاح‌های نیمه سنگین، بهره‌مندی از دریچه‌های تیراندازی از کابین عقب، حفاظت بالستیکی برای حفاظت از نفرات کابین و سرعت 100 کیلومتر بر ساعت از دیگر مشخصات نفربر طوفان است. این خودرو دارای شاسی یک پارچه وی‌شکل با قابلیت حفاظت از نفرات، تجهیزات، قوای محرکه و گیربوکس در برابر نفوذ گلوله و انفجار مین است. کف خودرو از نوع استانگ 4569 سطح 3 است.
شیب روی طولی خود 60% و شیب روی عرضی آن 32% است و توانایی گذر از آب تا عمق 1.3 متری را دارد. این خودرو از موتور کاماز 8 سیلندر 3600 سیسی دیزلی با قدرت 360 اسب بخار و گشتاور 1200 نیوتن متری استفاده می کند. گشتاور این موتور در 1400 دور در دقیقه به بیشترین میزان خود می رسد. این خودرو از گیربکس 9 سرعته شرکت زد اوف بهره گرفته است. شاسی این خودرو از نوع یک پارچه وی شکل است. وزن خودرو 12000 کیلوگرم و وزن عملیاتی آن 14000 کیلوگرم است. طول خودرو 7، ارتفاع آن 3.1 و عرض آن 2.5 متر گزارش شده است. برد عملیاتی خودرو هم 1100 کیلومتر اعلام شده است. سیستم تعلیق هم از نوع فنر تخت همراه کمک فنر است. امرپ چیست؟ توفان از نوع امرپ است. این اصطلاح مخفف کلمه ماین رزیستنس امباش پروتکتد به معنی مقاوم و محافظ شده در برابر مین و کمین است. امرپ یک اصطلاح برای وسایل نقلیه نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا است که به عنوان بخشی از برنامه امرپ و به طور خاص برای مقاومت خودروها در برابر بمب کنار جاده ای و کمین ها طراحی شده اند. در سال 2007 برنامه امرپ وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا به عنوان پاسخی به افزایش تهدیدات بمب کنار جاده ای در طول جنگ عراق شد. ایالات متحده از سال 2007 تا 2012 تحت برنامه امرپ بیش از 12000 وسیله نقلیه مختلف امرپ را در عراق و افغانستان مستقر کرد. کاربران خودروهای امرپ ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای همپیمان آمریکا هستند. معروف‌ترین خودرو از این دسته اینترنشنال مکس پرو که اتفاقاً به نظر می‌رسد طوفان شباهت زیادی به این خودرو دارد. اینترنشنال مکس پرو. این خودرو توسط نویستار دیفنس زیرمجموعه شرکت نویستار اینترنشنال طراحی و تولید شده است. مکس پرو بخشی از برنامه امرپ نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا است که برای سپاه تفنگداران دریایی ایالات متحده آمریکا ساخته شده و مشابه برنامه MMPV نیروی زمینی ایالات متحده آمریکا بوده و یک خودروی زرهی محافظت شده در برابر راکت، مین و بمب کنار جاده ای است. ماراودر. ماراودر خودروی دیگری است که طوفان شباهت زیادی با آن دارد. ماراودر به معنای غارتگر خودروی زرهی است که توسط گروه پارامونت در آفریقای جنوبی تولید شده است. این خودرو برای اولین بار در سال 2007 در نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات دفاعی ابوظبی، بزرگترین نمایشگاه سلاح در خاورمیانه رونمایی شد. ماراودر برای شناسایی منطقه توسعه یافته است. این خودرو تا 10 خدمه از جمله راننده و فرمانده را می‌تواند حمل کند. طراحی اصلی خودرو برای مأموریت‌های شهری است. پیکربندی خودرو هم 4x4 یا 6x6 است. ماراودر دارای سرعت در حدود 100 تا 120 کیلومتر است. این خودرو می‌تواند از پس مین‌های زمینی، دیوارها و موانع مختلف برآید و انفجار ناشی از موشک‌های بالستیک را تحمل کند. این خودرو حدود 10 تن وزن دارد و از یک موتور دیزل کامینز با قدرت 300 اسب بخار با نام ISBE-4 استفاده می‌کند. تشکر از اینکه این قسمت رو هم با ما بودید. لطفاً لایک و سابسکرایب کنید ما رو تا بتونیم همیشه با هم باشیم. خدا نگهدار.
خب